سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در روز شنبه گذشته و اعلام استراتژی جدید این کشور در قبال ایران تکان و لرزه شدیدی در رژیم ایجاد کرده که نه تنها با گذشت چند روز فروکش نکرده، بلکه در یک فرایند زنجیره‌ای ابعاد بیشتری پیدا کرده و جنگ و جدال باندهای درونی رژیم رو بیش از پیش تشدید کرده. گزیده از خبرهایی که در همین رابطه طی یک دو روز اخیر در رسانه‌های حکومتی منتشر شده از نظرتون می‌گذره. خبرگزاری پاسداران 23 مهر تیلرسون: برای تغییر حکومت ایران تلاش می‌کنیم. تلاش ما این است که از صداهای معتدل در ایران حمایت کنیم، از دموکراسی خواهی و آزادی طلبی آنها حمایت کنیم، به این امید که روزی مردم ایران کنترل حکومت این کشور را باز پس بگیرند و تاریخ غنی این کشور را احیا کرده و عضوی مثمر ثمر در تجارت و اقتصاد منطقه باشند. سایت حکومتی فرارو 23 مهر: ترامپ تصمیم گیری درباره برجام را به کنگره واگذار کرده است، اما همین استراتژی کاملا میتواند برجام را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع ترامپ به شکلی هوشمندانه در دو موضوع موشکی و سیاست منطقه ایران اجماع نسبی ایجاد کرده است و از طرف دیگر با طراحی تازه میخواهد با اعمال فشار از این دو موضوع به برجام برسد و آن را هم فلج کند. قدس آنلاین 23 مهر: سخنرانی آقای ترامپ یک بار دیگر حقانیت سخنان رهبری را به تصویر کشید که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. بنابراین برجام بین ایران و آمریکا به پایان رسیده است. روزنامه حکومتی آرمان 23 مهر: عدم تایید پایبندی ایران به برجام و ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به کنگره آمریکا با توجه به فضای حاکم بر آن، با امکان طرح تحریم‌های جدید، سرنوشت این توافق تاریخی بین المللی را در حاله ای از افهام فرو برده است. روزنامه حکومتی جهان صنعت 23 مهر: در صورتی که سایر نهادهای اداره کننده جامعه آمریکا با ترامپ همداستان شوند و به برگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رأی دهند، باید به جرأت گفت روزهای آسان دو سال اخیر سپری شده و باید کمربندها را سفتر از همیشه بست. روزنامه حکومتی وطن امروز 23 مهر: باید برجام را در آمریکا تمام شده دانست. دولت ترامپ به دنبال یک توافق جدید است، توافقی که نمی شود آن را برجام اصلاح شده دانست، چرا که نوع اصلاحات مانند دائمی شدن محدودیت‌های هسته‌ای و اعمال محدودیت موشکی است. فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه اعلام کردند برای پیشروی درباره برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران با آمریکا همکاری می‌کنند. زنور، عضو مجلس ارتجاع 23 مهر: هم برای رهبری و هم برای مردم مشخص بود که آمریکا همان آمریکای سابق است، اما ظاهراً برای آقای روحانی مشخص نبود. آقای روحانی دیشب به درستی به ترامپ درس تاریخ و جغرافیا داد که اینها را مجدداً مطالعه کنند. اگر خودشان هم نمره خوبی در این دروس داشتند، به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کردند. و ما ببینیم روزنامه‌های حکومتی امروز به چه مطالبی پرداختند. در این مورد با همکارم همراه میشیم و گزارشی که خدمتتون ارائه میکنه. سلام به شما، بفرمایید. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز. روزنامه‌های حکومتی روز دوشنبه 24 مهر کوچکترین خبری از تظاهرات مال غارت شدگان در تهران ندادند. در همین حال روزنامه‌های باند آخوند روحانی و شرکا نیمی از اظهارات تیلرسون مبنی بر خواست تغییر در رژیم ایران رو حذف کردند و با نیمه دیگرش جشن پیروزی برجام رو گرفتند. آرمان: مواضع تازه مقامات رسمی آمریکا در خصوص برجام. عقب‌گرد عاقلان آمریکا. میمانیم. تیلرسون و نیکی هیلی اظهارات آقای گاف را عملاً تصحیح کردند و از ماندن در برجام خبر دادند. ابتکار: تیلرسون: ماندن در برجام همسو با منافع ملی آمریکاست.
در روزنامه باند ولی فقیه ارتجاع اظهارات تیلرسون در مورد موندن در برجام رو دلیل دیگه‌ای برای اینکه در برجام کلاه سر نظام و باند مذاکره کننده رفته دونستن. جواب: زوزه مذاکره بعد از چنگ به برجام. تیلرسون: می‌خواهیم با توافق ثانویه برجام را تقویت کنیم. کیهان: آمریکا و اروپا دو روی یک سکه. وزیر خارجه آمریکا: حفظ برجام به نفع ماست. روزنامه‌های باند خامنه‌ای از همسوی اروپا با آمریکا در مخالفت با نظام خبر می‌دهند و روزنامه‌های باند حسن روحانی و شرکا مدعی شکاف انداختن بین اروپا و آمریکا شدند. کیهان: سران اروپا: ضمن حفظ برجام با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران مقابله می‌کنیم. کلید: قدرت‌های جهانی برخلاف ترامپ از برجام حمایت می‌کنند. قدس: شریکان دوز و رفیقان قافله. اروپایی‌ها به دنبال کاسبی خود از برجام و فشارهای آمریکا هستند. قانون: برجام برای اولین بار آمریکا را منزوی کرد. نوآوران: شکاف اروپا و آمریکا، پیامد سیاست خصمانه ترامپ علیه برجام. مردم سالاری: فصلی تازه در روابط اقتصادی ایران و اروپا. بحران‌های اقتصادی اجتماعی بخش دیگری از عنوان‌های روزنامه‌های هر دو باند حاکمه. آرمان: عبدالله نوری: نگرانم مردم سرخورده شوند. آرمان: واقعا زنان در مرز انفجارند. امتیاز: یک سوم جمعیت شهرنشین بدمسکن هستند. بهار: رئیس سازمان محیط زیست: ایران به ورشکستگی آبی رسیده است. کیهان: کسری 18,000 میلیاردی بودجه دولت در 5 ماه اول سال. روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجاع در مطالب اصلی و سرمقاله‌های خودشون موضوع استراتژی جدید آمریکا در قبال رژیم و برجام رو دستمایه حمله به باند رقیب، به خصوص شخص آخوند روحانی کردن. اما در این حملات بیشتر هراس نظام از لیست رفتن سپاه بارز شده. کیهان: چرا مواضع برخی مدیران دولتی متناقض، نامعتبر و مانند چک بلامحل به نظر میرسد؟ چرا باید چند ماه قبل یک دولتمرد ارشد علیه سپاه اتهام پراکنی خلاف واقع میکرد و آمریکای سیلی خورده از اقتدار سپاه پاسداران را به شانتاج علیه سپاه جسور مینمود؟ آیا سخنان بعدی در اظهار حمایت و تمجید از سپاه جبران ارسال آن پالس خطرناک به دشمن را میکند؟ اما روزنامه وطن امروزم نوشته‌ای داره که با هم می‌خونیم. لغو تحریم‌ها چه شد؟ آیا قرار است جانوری به نام ترامپ با مادر تحریم‌ها گریبان سپاه را بگیرد و گریبان موشک‌های کشور را بگیرد و گریبان همکاران و همراهان سپاه را بگیرد و گریبان سایر نهادها و ارگان‌ها را بگیرد و شما اما اکتفا کنید به مختصر سخنانی در مدح سپاه و پیوستن به اصحاب هشتگ من هم سپاهی هستم و ادامه برجام با اروپای آقا اجازه؟ همین؟ خب با این زوزه‌های وحشت روزنامه‌های حکومتی میرسیم به پایان گزارش خودمون از روزنامه‌های رژیم. بله، تشکر میکنم از گزارشتون که گوشه ای از وضعیت بحرانی رژیم رو بعد از اعلام سیاست جدید آمریکا نشون میده. تشکر از شما. خدا نگهدار. دوستان عزیز، وقت برنامه امروز در اینجا به پایان میرسه. با این امید که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه، با شما خداحافظی میکنیم. سرفراز و موفق باشید.